لوقا فصل 22. عید فطیر که به فسح معروف است نزدیک می شد. سران کاهنان و ملایان می خواستند بهانه پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و صاحب منصبان که مسئول نگهبانی از خانه خدا بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و وعده کردند مبلغ پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پای فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فسح می باید ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را با این امر روانه کرد. بروید نان عید فسح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند: کجا می خواهی تهیه کنیم؟ عیسی جواب داد: گوش بدهید. وقتی که به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی را می برد. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم قربانی فسح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آن طوره که فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب قربانی فسح را تهیه کردند. وقت ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر دسترخوان نشست و با آنان فرمود: چقدر دلم می خواست که پیش از مرگم این قربانی فسح را با شما بخورم. به شما می گویم تا آن زمان که این قربانی فسح در پادشاهی خدا به کمال مقصد خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد، من دیگر از میوه تاک نخواهم نوشید. همچنین کم نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و با آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما داده می شود. این کار را به یاد بود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله را با آنان داد و فرمود: این پیاله عهد و پیمان نو است در خون من که برای شما ریخته می شود. اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من سر دسترخوان است. البته پسر انسان به سوی آنچه برایش مقرر است می رود، اما وای به حال آن کسی که او را تسلیم می کند. آنان از خودشان شروع به سوال کردند که کدام یک از آنان چنین کاری خواهد کرد. در میان شاگردان بحث در گرفت که کدام یک در میان آنان از همه بزرگتر شمرده می شود. عیسی فرمود: در میان ملت‌های بیگانه پادشاهان بر مردم حکم روایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند. اما شما این طور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. زیرا کی بزرگتر است؟ آن کسی که بر سر دسترخوان می نشیند یا آن نوکری که خدمت می کند؟ یقیناً آن کسی که بر سر دسترخوان می نشیند. با وجود این، من در میان شما مثل یک خدمتگزار هستم. شما کسانی هستید که در سختی های من با من بوده اید. همان طور که پدر حق پادشاهی را به من سپرد، من هم به شما می سپارم. شما در پادشاهی من سر دسترخوان من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران 12 طایفه اسرائیل بر تختها خواهید نشست. ای شمعون، ای شمعون، ببین شیطان خواست مثل دیقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید. اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود
و وقت برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. شمعون جواب داد: ای خداوند، من حاضرم با تو به زندان بیافتم و با تو بمیرم. عیسی فرمود: ای پتروس، آگاه باش، امروز پیش از آن که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. عیسی به ایشان فرمود: وقت شما را بدون بود و بکس و خرجین روانه کردم، آیا چیزی کم داشتید؟ جواب دادند: نه خیر. به ایشان گفت: اما حالا هر که یک بکس دارد بهتر است که آن را با خود بردارد و همین طور خرجینش را، و چنانچه شمشیر ندارد چپن خود را بفروشد و شمشیری بخرد. چون می خواهم بدانید که این پیشگویی که می گوید او در زمره جنایتکاران به حساب آمد، باید در مورد من به انجام برسد، و در واقع همه چیزهایی که در باره من نوشته شده در حال انجام است. آنها گفتند: خداوندا، نگاه کن، اینجا دو شمشیر داریم. ولی او جواب داد: کافی است. عیسی بیرون آمد و مثل همیشه رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقت به آن محل رسید، با آنان فرمود: دعا کنید که از آزمایش ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب یک سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتر دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون به زمین می چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود: خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از آزمایش ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت می کرد که جمعیت دیده شد و یهودا، یکی از آن 12 حواری، پیشاپیش آنان بود. یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود: ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی؟ وقت پیروان او آنچی را که در جریان بود دیدند، گفتند: خداوندا، شمشیرهای خود را به کار ببریم. و یکی از آنان به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید، اما عیسی جواب داد: دست نگه دارید. و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و صاحب منصبانی که مسئول نگهبانی از خانه خدا بودند و کلانهایی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود: مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چوب برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در خانه خدا با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید، اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست ساعت شماست. عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. پتروس از دور به دنبال آنها می آمد. در بین حویلی خانه کاهن اعظم عده آتش روشن کرده و دور آن نشسته بودند. پتروس نیز در بین آنان نشست. در حالی که او در روشنایی آتش نشسته بود، کنیز او را دید، با او نگاه کرده گفت: این مرد هم با عیسی بود. اما پتروس منکر شد و گفت: ای زن، من او را نمی‌شناسم. کمی بعد یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت: تو هم یکی از آنها هستی. اما پتروس با او گفت: ای مرد، من نیستم. تقریبا یک ساعت گذشت و یکی دیگر با تاکید بیشتر گفت: البته این مرد هم با او بوده، چون که جلیلی است. اما پتروس گفت: ای مرد، من نمیدانم تو چی میگویی. در حالی که او هنوز صحبت میکرد، بانگ خروس برخاست و عیسی خداوند برگشت و مستقیما به پتروس نگاه کرد و پتروس سخنان خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود: امروز پیش از این که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی. پتروس بیرون رفت و زار زار گریست. کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند، او را مسخره کردند، لتوکوب کردند، چشمانش را بستند و می گفتند:
از غیب بگو، حالا از غیب بگو که تو را میزند. و به این طرز به او به حرمتی میکردند. همین که هوا روشن شد، کلانهای قوم، سران کاهنان و ملایان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند: با ما بگو، آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد: اگر به شما بگویم، گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم، جواب نمیدهید. اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست. همگی گفتند: پس پسر خدا هستی؟ عیسی جواب داد: خودتان میگویید که هستم. آنها گفتند: چی احتیاجی به شاهدان دیگر است؟ ما موضوع را